دونه رو از این ور میزنین زیر، یه دونه دیگه میزنین زیر ترش. من اینا رو انقدر اینجوری اینجوری میبینید. آقا روش جدید خوردن نودل بیا. سلام علیکم، من نیمای جستم و خیلی خوش اومدید به ویدیوی پرشی. این ویدیو همون ویدیویی که بهتون قولشو داده بودم، گفتم که قراره با نودل یه چالش 24 ساعته داشته باشم. توی این ویدیو تا انتهای شب هر وعده غذای من بیس اصلیش قرار نودل باشه. فکر کنم چالش خیلی باحال و جذابی بشه. میخوام نودل رو با چیزهای مختلف امتحان کنم ببینم جواب میده یا نه. با من همراه باشید در طول این 24 ساعت. یادتون نره که دکمه لایک رو بزنید، اگرم هنوز کانال سابسکرایب نکنید سابسکرایب کنید که بزرگترین انرژی و حمایت از من. بریم خیلی سریع امروزمون رو شروع کنیم. برای صبحونه میخوایم روزمون رو شروع کنیم با اینجا ما نون بربری داریم، بربری تازه و جذاب. نودل داریم، مهنام با طعم مرغ. تو چالش قبلی که اصلا با نودل بعد از سالها دوباره آشنا شدم، نودل فکر کنم 17 بود. البته خیلیاتون گفتین نودل الیت خیلی خفنه. ناهار و شام و اینا الیت هم دارم، اونم امتحان میکنم ببینم کدومش بهتره. چای داریم، چای جذاب توی این لیوانای مخصوص ژاپنی. دیدی اینجوری میخورن ژاپنی کره‌ای ها. چای سبز داریم که خیلی بهتر از چای قرمزه. نمیدونم چای قرمزه چای سیاه فکر کنم باشه. ما پنیر رو داریم، برای اولین بار در طول تاریخ امتحان کنیم ببینیم صبحونه نون پنیر نودل میچسبه یا نه. اول یه ذره از این نون رو ما جدا میکنیم. چاپستیک رو فکر کنم بزبش دیگه، خیلی سخت گرفتن دستش. ولی یه ذره گرفتیم، یه ذره دور خود نریز، تو رو خدا نریز. یه ذره هم پنیر اینجوری میذاریم لاش، خدا کنه مزه بدی نده. چیز جدید اختراع کردم، نون بربری، نودل مرغ و پنیر. حتی پنیر تبریز و اینا نیست که شور باشه، پنیر خامه یه ویلیه. نودل باز قهار هستن، همش نودل میخورن. این ترکیب رو امتحان کنن. البته اگه مثلا نون بربری هم دوست داشته حسابی هست لازم با نون بخوریم، پنیر رو بریزن روی نودل فکر کنم واسه یه چیز بمبی بشه. بذاره این کار با چاپس دیگه زخته دیگه. این کلا این قاشقه، این چاپستیک قاشق که نه، چاپستیک یه جوری که هر دو سه باری که میری سمت کاسه یه بارش شاید موفقیت آمیز باشه. این وضعیت درست نیست آقا. البته که نون بربری مقدار خیلی زیادی خشکه. بعد من یه چای سبز بر روش بخوریم. الان چای سبز من شنیدم خیلی فایده داره. من اصلا چند سالی که قبل وعده‌های غذایی دارم چای سبز میخورم، یه جوری عادت شده برام. آفرین. این جوشه نمیدونم چی، نمیدونم چقدرش تو تصویر مشخصه. دیدین میخواین عروسی بریم مجلس به یهو یه جوش گنده ای رو صورت دادن، دقیقا مصداق بارز همین ویدیو. تا من تصمیم دادم پشم یه ویدیو بسازم به همین صورت شد یه دونه جوش. اینو چه جای بدی هم در اومده، چای عجیبیه دیگه. صبحونه رو کامل میخورم، چای سبز جذاب، پنیرها رو الان قاطی این نودله میکنم، مشتی تو صبحونه رو میذارم. قشنگ صبحونه جوریه که آدم میگیره. برسیم به نهار. با چه نهار جذابی. ما اسپانسر برنامه‌مون داریم، نوشابه‌های کوکاکولا که خیلی به شدت جذابن. واقعا اصلا نوشابه نباشه نمیشه زندگی. ما تو برنامه قبلی گفتم خیلی ضرر داره ولی خیلی خوشمزه است. چطوری میشه آدم از نوشابه اونم سیاه، حالا بقیه رنگاش هم بد نیست، ولی اصلا نوشابه سیاه اونم کوکاکولا یه چیز دیگه است. اصلا تو زندگی من نقش اساسی داره. اما برای نهار من از چه نودلی استفاده کردم؟ نودل الیت که خیلی تعریفشو میکردین با طعم قارچ و پنیر پیتزا. دا کنه مزه پیتزا بده، چون واقعا پیتزا بهشت غذاهاست، یعنی سرور اون بالای غذاهاست پیتزا واسه من. با این تفاوت که من برداشتم قرمزش کردم، اونم به چه دلیل؟ قرمزی که میبینید پر سس تنده. خیلی وقتا مثلا توی سریال های کره‌ای که میدید دلاشون همچین قرمز و اینا بود، خیلی تند میخوردن. خود چاپستیک واسه من یه معضل خیلی بزرگی شده. نمیشه، چطوری میخورین؟ میگه اینکه اینطوری شاید بشه دو دستی خورد. او نو، نیف دو تا رشته گرفتم، دو تا رشته گرفتم. چقدر خوشمزه. هنوز زنده ای؟ باز شو دیگه. آخ یه ذره از این نوشابه بخورم. آخ خیلی بد بود،
یعنی قشنگ فلفلش اومد جی صاف نشست ته گلوم، دیدین ادویه اینا میچسبه ته گلو چجوری میشه؟ قشنگ فلفل رو تاق نشست ته گلوم. به زور دارم به دامن. یه آموزشم بهتون یاد بدم، یه مینی لایف هک. این کوکا رو میبینید، کلاه نوشابه قوطی هایی که وا میکنید اینو باید بچرخونید، این بالاشو باید اینجوری بچرخونید، اینجا نیه، اینو اینجا میذارید اینجا، قشنگ نیه توش قرار میگیره دیگه، هر که برای خوش لغ نمیذاره. نوشابه خیلی میره تو چش و چالم، من اینو میذارم پایین فعلا. دیگه هم دیدم این کره یا تو سریالاشون اینو میگیرن اینجا و اینو سریع از همینجا به این ساعت میگن، قشنگ انگار داری پیتزا مخلوط میخوری، پیتزا مخلوط با سس خیلی تند، خیلی تند، قشنگ طعمشو یه جوری درآورده مزه پیتزا میده. پیتزا مخلوط هم پیتزا مخلوط های نوستالژی قدیمی. گفته بودم که سریال کره ای من خیلی کلا میبینم، تو اونا خیلی راحت تر اینا رو میخورن، نمیدونم چرا. این خیلی روش جدید، روش جدید. یه دونه رو از این ور میزنین زیر، یه دونه دیگه میزنین زیرترش، من اینا رو انقدر اینجوری اینجوری میبینم. آقا روش جدید خوردن نودل، بیا قشنگ اینا به همین راحتی. به شدت ناهار جذابیه، واقعا خوشمزه شده. یه چیزی میگم، یه چیزی میشنوید دلتون نخواد، خیلی هم ارزون قیمت. من کلا چالش های ارزون قیمت براتون انتخاب میکنم که همه بتونه اینا رو استفاده کنن و راحت بخورن، کیفش رو ببرن. اینم 12 تومن بیشتر از قدیما یادم حتی 4 5 تومن هم بوده، ولی حالا شده 12 تومن. بازم مثلا قیمت خوبی داره برای یک وعده غذایی رو تقریبا قشنگ شامل میشه دیگه، آدم سیر میشه. خیلی تموم شد پیتزا نودلمو تموم کنم و بعد بریم سراغ عصر دیگه، تا عصرونه که اون عصرم یه چیزی بخوریم و بعد برای شام. برای از هنوز بین دو تا حرکت موندم، حالا یه دونش انجام میدم به عنوان عصرونه میخورم. من حالا چیزی ندارم، باشه برای بعد. من چالش های غذایی که میرسیم جزو چالش هایی که خیلی دوست دارم، حالا حتی اگه غذا هم عجیب غریب باشه به هر حال نعمت خداست، آدم میخوره کیف میکنه. برای عصرونه ما اینجا شیرموز داریم، چون انرژیمون در طول روز کاهش یافته، سطح روز دیگه باید شیرموزی، نمیدونم شیرنارگیلی، منجو، یه چیزی بعد بزنه، خلاصه عدمش از اون افتی که کرده خارج. اما نودلش کجاست؟ نودلش اینجاست. چی میدونستید که این نودلا رو میتونید به صورت چیپسی بخورید؟ یعنی اینا نیم پز دیگه، اینا رو قشنگ میدین چیپسی بخورید. مهنام چیه؟ رشته فوری با طعم دهنده سبزیجات. من کلا زیاد اهل سبزیجات هستم و خود سبزیجاتو میخورم، ولی غذاهایی که بهش میگن مثلا پیتزا سبزی اینا رو زیاد دوست ندارم. ولی این نودل رو میخوایم چطوریه؟ نمیشه همینجوری خود، بعد اینو بزنیم بکوبیم به در و دیوار تا بتونیم بخوریمش. حالا زمان بازش میکنیم. آها این نودل اینه، میندازیم تو آب باز میشه. حالا من یه کار اشتباهی که نباید باز میکردم، بعد همون تو خورد میگم. حالا ما میریم یه چیزی پیدا میکنیم، میندازیم توش و میزنیم به در و دیوار تا خورد شه. من بررسی و مداقه نایی رو به عمل بیارم، بعد نتیجه قایی رو بهتون میگم. حالا با دستم قشنگ به این صورت، چون خودم یه مقداری حالا نانا زور داریم. نه اصلا با دست نیازی نیست بزنیم به در و دیوار. آی پاره شد، ریختمش. شما چرا انقدر نازک شدن جدیدن؟ خدا یارو پنجور باشه والا. اول از همه یه ذره از این نودلامون که پود شده رو برمیداریم. این چه مزه‌ایه؟ مزه این پفک هندی های قدیمی رو میده تو سینما ها و شهر بازی اینو میفروختن، این پفک های خیلی کلوفتیه، پفک هندی. اما چی بهش مزه میده؟ اینه در اصل که بهش مزه میده، این ادویهش، ادویه سبزیجات. حالا ما همینجور اینجوری شره اینجوری میریزیم توش، چقدر بو میده، یه بوی عجیبی میده. بعد دوباره ما این مشمع رو میگیریم یه ذره، بعد اینجوری قشنگ دوباره میریزه. مشما نباید این کارو کنه، تو بسته‌بندی خودش بعد این کارا رو می‌کردین که الان ما به این روز نیومدیم که بخوایم اینو هم بزنیم اینجوریش کنیم. یعنی خود خری. من فکر کنم دیگه مزه سبزیجات رو بده، زیادش بخوام. از آبیشم میده در اصل. اوه. مزه سبزیجات دودی میده، یه مزه نزدیه که من زیاد خوشم نمیده. اما شیرموز دارم، این شیرموز میتونه اینو بشوره ببره. اگه آدم استرم مینی لایف هک دیگه هم بهتون یاد بدم راجع به اینکه بسته بندیشون که چهار گوشه و نی داره. شما نی رو اول از همه باز میکنید، خیلی بتونیم باز کنیم البته. نی ها چرا انقدر صفر شد؟ صفر نبودن.
یارو حالا به هر شکلی که هست موضوع رو اینا باز بکنید. اینجا نکته اساسیش اینجاست، نکنین از تیزی تهش اینو اینجوری باز میکنید. خب الان که سوراخ کردن تموم شد، حالا از تهش یعنی از سرش میندازین توش بره تهش. خیلی خوبه، یه بار دیگه پخش کنید. حالا از تهش یعنی از سرش میندازین توش بره تهش. شاها دیدین آخرش چیزای گیر میکنه نمیتونید بخورید، قشنگ میتونید بچرخونید راحت بخورید. سراغ ترکیبی خودمون بریم، یه ذره از این نودل چیپسی سبزیجاتمون برمیداریم. اینو میخوریم. خیلی بد شد، وای جان، انگار میماسه تو دهن، یه حالت خیلی بد. این به تنهایی خفنه، اینم به تنهایی خفنه، ولی با هم که میخورین اصلا تو دهن میماسه. بعد یه مزه دودی سبزیجات و اینا میاد، اصلا ای نمیخوام بهش بگم. کلا تو همه چالش ها استرونا رو بعد با خود، اصلا دلم هم یه جوری شد، دلم، دهنم، گوشم، هر همه جا یه جوری شد. قلبمون، معده‌مون، کبدمون، کلیه‌مون، مغزمون، همه چیزمون دیگه داره از کار میره. بریم سمت شب که یک ترکیب جذاب براتون دارم، یک ترکیب خاطر انگیز و به یاد ماندنی با نودل. بریم. چه شامی، از فکر نمی‌کردم با نودل بشه این همه کار کرد، ولی خب این همه کار داریم می‌کنیم، همه چی داریم باش مخلوط می‌کنیم، جواب میده. غیر شیرموز فهمیدید؟ جا ما نودل داریم، اونم نودل باربیکیو. این نودل الیت فکر کنم، آره این نودل الیت باربیکیو. الان سلیقه خودم بین همه این نودل‌هایی که چه تو این چالش، تو چالش قبلی خورده بودم، سلیقه خودم اون پنیر پیتزا قارچه بود، خیلی مزه‌اش جذاب بود واسه من. اما این باربیکیو بوش خیلی قوی تر از بقیه است، یعنی بوش قشنگ داره از همین جاش میزنه تو دماغ و اینا، خیلی بوش قویه. ما اینکه دوغ آبعلی هم داریم، دوغ آبعلی جذاب خفن. شب دیگه آدم بعد دوغ بخوره دیگه، دوغ میخوره راحت میگیره میخوابه دیگه، شب نوشابه نمیخوره. ابتدا ساندویچ سازی رو میخوام بهتون یاد بدم. من حساسم رو ساندویچ مکس. لای نونو باز میکنید، خمیراشو میگیرید تا حد ممکن. آهو داشت این کاهوها رو به این صورت میزنین روش. اشتباهی که من تو چالش قبلی کردم رو نمی کنم که سوسو زدم رو ژامبونه، هر لحظه داشت از زیرش میریخت. ما این کاهوها رو بر میداریم دوباره. سوس هم زدی؟ سوسی که داریم رو باید بزنیم قشنگ اینجوری کف این نونمون، قشنگ اینجا سوس مالش میکنیم به این صورت. بعد سوسو میذاریم اینجا. حالا کاهوها رو باید جایگزین کنیم، کاهوی اول و کاهوی دوم اینجور میذاریم. اینقدر این بچه توی مهمونی ساندویج ماکارونی ساندویج ماکارونی کرد، ما ساندویج نودل داریم درست میکنیم، ساندویج ماکارونی نداریم متاسفانه. مادر زرده نشده کسی ساندویج ماکارونی منو با چاپستیکو داریم، نمیتونم من با این بیارم با. نمیخوام آقا، از ما با همین چنگال خودمون کار میکنیم. خاک تو سره یارو، نکن به این سر چقدر راحت بلندش میکنیم که بشنگ باید مایه مال کنیم. ساندویج ماکارونی ساندویج نودل نداره دیگه، جفتش رشته است دیگه، حالا یه ذره نودل مزه دارتره. امتحان کن ببینیم این ترکیب خفن جواب میده با نودل یا نه. چقدر خوشمزه، چقدر باربیکیوش خفنه، خیلی بمبه. یعنی باربیکیوشو حتما امتحان کن، چقدر مثلا طعم داره. گفتم از قبل اینکه بخورم قشنگ بوش داشت میزد تو دماغ و اینا، خیلی مزه داره. ساندویچ منو پس بده. اصلا سس قرمز، سس قرمز واقعا معجزه میکنه. این سس رو هی بعد فقط زد. اگر بزنی بهتر. دوستان الان سریع برم تونتون بخورم، میخوام این تونتون رو خداحافظی کنم. برم سریع ساندویچ رو بخورم، شام دمشو، بعدم این دوغ جذاب آبعلی رو بزنیم که قشنگ این دوغ آدم میخوره 30 ثانیه بعدش خوابه. خیلی خوشحال شدم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید، امیدوارم چند دقیقه کنار من این ویدیو رو دیده باشید، لرا حال و هواتون عوض شده باشه. این هم میدونید دیگه، این برای دوره گوگوریو جوجیتسو کلاه دوره جومونگشونه فکر کنم، نمیدونم دوره گوگوریو یانگوم چیه. کلا من به یاد جومونگ آوردم، اینم به یاد یانگوم آوردم. من به نمک تموم نشدنی برای خودمون پیدا کردیم. اگه ویدیو رو دوست داشتین یادتون نره که با لایک کردن این ویدیو به من انرژی بدین. اگر دوست داشتین برای دوستاتونم بفرستید این ویدیو رو که خانواده‌مون بزرگ و بزرگتر شه. هر نظری هم برام دارین تو کامنت بنویسید، من دونه دونه میخونم و دونه دونه واسه من مهمه. یه ویدیو دیگه خیلی زود برمیگردم، پس تا اون موقع پر انرژی باشین. خدافظ.
بود.